بیشتر صحبت میکنیم در این رابطه با دکتر کریم پاکزاد، تحلیلگر رابطه بین الملل از پاریس فرانسه با ما هستن. سلام بر شما، خوش آمدین آقای پاکزاد. میشه که در آغاز اشاره بکنین که بعد و قبل بروکسل حکومت فعلی چقدر برای بازگشت پناهجویان در بحث تامین امنیت و آوردن صلح و توسعه اقتصادی و دولت سازی متعهد بوده و است؟ ببین، در قدم اول اروپا وقتی که کمک های خود به افغانستان آغاز کرد، این کمک ها هیچ وقت بدون قید و شرط نبوده. حتی قبل از مسئله مهاجرین، با طور مثال کمک های اتحاد اروپا و کشورهای اروپایی که کمک های دو جانبه با افغانستان دارن، اینا با طور مثال تا پایان 2016 روی 3 یا 4 مسئله مهم میچرخید. این عبارت از سال بود، عبارت از تامین امنیت در افغانستان و در منطقه بود و حکومتداری قانونی، قانون در افغانستان. هیچ یکی از این خواست های اتحاد اروپا علی رغم کمک های فراوانی که در حدود 10 میلیارد دلار طی 10 سال اخیر به افغانستان شده، اینا برآورده نشدند. از این جهت است که در کنفرانس بروکسل اتحاد اروپا شرط های جدیدی را مطرح کرد. این شرط های جدید که طی سالهایی که از بالا شروع میشه و بعد 2020 پایان میپذیره و اتحاد اروپا به طور دو جانبه بدون کمک های کشورهای اروپایی 1.4 میلیارد اورو متعهد شده تا به افغانستان کمک بکنه، شرایط دارد. این شرایط در قدم اول است که در این مرحله اتحاد اروپا مسئله سال که انجام نپذیرفته، مسئله حکومتداری قانونی، مبارزه با فساد و همچنین پیشبرد پلانهای اجتماعی از قبیل توسعه زراعت و انکشاف دهات و همچنین صحت عامه، این از مواد است که اتحاد اروپا دولت افغانستان موظف میسازه که در این موارد دست به کار بزنه. شما اگر به یاد داشته باشین، در حدود 1.5 ماه قبل نماینده اتحاد اروپا در کابل بیان کرد که ما برای اینکه کمک های اروپا در افغانستان موثر باشد، ما پیشنهاد میکنیم که یک حد از عدم مرکزیت در اداره افغانستان به وجود بیاید تا به این ترتیب اداره های محلی بتوانند به طور احسن کمک های ما را پیش ببرند. البته دیدیم که این با مخالفت شدید دولت افغانستان از طریق سفیرش در امریکا مواجه شد، ولی اینها باید بدانند که اتحاد اروپا به هیچ وجه کمک هایش بدون قید شرط نیست. بخش کلان ادامه این کمک ها وابسته بود به بازگشت پناهجویان. عملی کردن این تعهد چقدر اجرا شد که در حال حاضر هم چند مرحلهش بازگشتش وجود داره و جریان داره؟ اما عملی کردن این تعهد چه مشکلاتی را برای حکومت افغانستان میتونه رقم بزنه؟ ببینید، حکومت افغانستان تا حال به طور بسیار وسیع از کمک های بین المللی، نه تنها اتحاد اروپا بلکه از کمک های سایر کشورها ای بهره‌مند شده، ولی متاسفانه دولت افغانستان یا حکومت وحدت ملی طی دو سال و نیم اخیر اینا توانایی ایجاد یک اداره سالم که در او فساد نباشد، در او کاردانی وجود داشته باشد، در او حکومت قانون حاکمیت داشته باشد، متاسفانه در این مورد ناکام ماندن. بعضی می لحاظم است که سال تامین نشده. من شخصا معتقد هستم که کمک هایی که به افغانستان می شود تا زمانی که این شرایط برآورده نشد و به خصوص صلح به وجود نبیه یا حداقل از تشدد و خشونت کاسته نشود، این کمک ها نمیتونه موثر باشه. قبل از اینکه به ادامه این مسئله بپردازیم، به مسئله پناهجویان به صورت خاص بپردازیم. بله، ببینید، قبلا گفتم که کمک های اتحادیه اروپا بدون قید و شرط نیست. یکی از شرط های جدیده که به طور رسمی و علنی وجود نداره، ولی همه میدانند که این یکی از شروط است. او عبارت از است که دولت افغانستان زمینی برگشت 80,000 مهاجر که افغانی در اروپا و به طور عمده در آلمان است، این فراهم بکنن. خب من در این مورد اعتقاد دارم که به هیچ وجه اتحاد اروپا یا آلمان و سایر کشورها قادر نخواهند شد که 80,000 مهاجر افغانی را به افغانستان برگردد. چرا؟
به خاطر که تا زمانی که جنگ در افغانستان وجود داره، تا زمانی که وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی است، تا زمانی که بخش اکثر جوانان تحصیل کرده که فارغ میشن اینا بیکار هستند، یعنی با این همه معضلات که در داخل افغانستان وجود داره، من فکر نمی کنم که دولت افغانستان توانایی پذیرش 80,000 مهاجر از اروپا داشته باشه. و از بله، بخش دیگه مهمی از این تعهدات که این بار هم دوباره تاکید شد و مورد انتقاد قرار گرفت، بحث مبارزه با فساد اداری بود که در بروکسل هم رئیس جمهور غنی در رابطه با ایجاد مرکز عدلی و قضایی و همچنان مبارزه جدی و کارکرد قابل ملاحظه این مرکز در بروکسل مطرح کرد. شما چه ارزیابی دارین از کارکردشان در این بحث؟ ببینین، در این شک نیست که اقدامات در مورد مبارزه با فساد صورت پذیرفته، ولی اقداماتی که صورت پذیرفته از قبیل به طور مثال دستگیری چند مامور دولت و غیره، این در سطح نیست که ما بگوییم که واقعا یک سیاست کلان و مسجم مبارزه با فساد در افغانستان وجود دارد. اکثر بخش مهم کمک های بین‌المللی، ما می‌دانیم که این بخش ها در افغانستان حیف و میل می شوند. طبق آماری که وجود دارد، مردم عادی افغانستان، مردم عوام افغانستان برای پیشبرد کارهای اداری خود در سال گذشته در روز 4 میلیارد دلار اینا رشوه دادند. خب ما می‌بینیم که اصلا نظام کنونی افغانستان دچار مشکلات و سختی هایی هست که برای عبور از ما به یک دولت کارمند، به دولت هماهنگ، دولت با نقشه و پلان باید روبرو باشیم. این چنین چیزی در افغانستان وجود نداره. حتی در میان خود دولت مردان افغانستان همگونی و یک سیاست مشترک و واحد وجود ندارد. اختلافی که این بود در درون خود دولت افغانستان است، در درون خود حکومت وحدت ملی افغان است، این روز به روز نتایج زحمات جامعه بین‌المللی را به چالش می‌کشد. آقای پاکزاد، چرا کمک‌های جامعه بین‌الملل و خصوصا اتحادیه اروپا نتانسته تا حال اثرگذار باشد؟ آیا حکومت افغانستان به صورت درستش متعهد نبوده، یا فشارهایی که متعهد بکنه حکومت ها و ادامه کمک‌ها را تضمین می‌کنه چندان قابل ملاحظه نبوده؟ من فکر می‌کنم که از میان عوامل گوناگونی که می‌تونیم مطرح بکنیم، مسئولیت امریکا در افغانستان در قدم اول از لحاظ نظامی و بعدا از طریق کمک‌های اقتصادی بدون کنترل از او در افغانستان یکی از این عوامل است. سیاست نظامی یا استراتژی نظامی امریکا در افغانستان طوری بود که به جای از این که این باعث سرکوب اختشاشیون طالبان و غیره شود، این دقیقاً عملا برشتی از اینها انجامید. و همچنین کمک های از اینها که بعدها به طور مثال اداره بازرسی کمک های امریکا هر ساله در این مورد لیست میدن که میلیاردها کمک امریکایی را یا خود امریکایی یا توسط همکاران افغانیشان در دولت افغانستان این رو هدر دادن. این اتحاده، من فکر میکنم که اتحاده اروپا سیاست بهتری در پیش دارد. ببینید، اتحاده اروپا بیش از 25% کمک های خود مستقیما به دولت افغانستان نمیده، به خاطر اینکه اینا اعتقاد دارند که این دولت توانایی مصرف سالم این کمک ها رو ندارد. خود مسئله‌ای که شما مطرح کردین، عدم توانایی مصرف سالمه این کمک ها از سوی حکومت افغانستان، چقدر تانست خوب باشه برای کشورهای کمک کننده که زمینه فساد برشان ایجاد بکنند و فشاری هم وارد نکنند؟ ببخشید، من متوجه سوال شما نشدم. شما پیشتر اشاره کردین که خود حکومت افغانستان توانایی نداره که کمک ها را به صورت سالم به مصرف برسانه. همین مسئله چقدر برای کشورهای کمک کننده خوب شد و زمینه فساد برشان ایجاد کرد و فشاری هم وارد نکردن که افغانستان متعهد باشه برای مبارزه با فساد؟ ببینید، این موضوعی که دولت های افغانستان چی در زمان آقای کرزی و چی در زمان آقای اشرف غنی، اینا همیشه خواستار از این بودند که کمک هایی که به افغانستان میشه با از طریق دولت افغانستان صورت بپذیرد. این درخواست در نفس خود درخواست بدی نیست،
از تا حتی حاکمیت ملی کشورها هم این ایجاب میکنه که کمک هایی که صورت میپذیره این کمک ها باید از طریق دولت رسمی این کشورها صورت بپذیره. ولی افغانستان در یک شرایط استثنایی و خاص قرار دارد. خب این کشور هنوز در حالت جنگ است. در حدود 40% این کشور، خاک این کشور توسط شورشیان و طالبان و غیره کنترل میشه. این کشور حتی بعد از 16 سال دارای یک دولت، یعنی یک تشکیلات دولتی و یک حکومتی که او بتوانه ادعا کنه که از اکثریت مردم نمایندگی میکنه، این نشده. همین حالا هم حکومت افغانستان به بحران مشروعیت و قانونیت دچار است. بگذاریم از این که امروز در تمام ادارات دولتی تقررها کار به کار گماشتن کارشناس ها، مامورین دولتی، سفرا، اینا همه روی تعلقات حزبی او قومی صورت میگیره، نه روی کارشناسی یا روی صلاحیت یک فرد. به طور مثال باز هم این مثال یادآور میشم که وقتی که سفیر افغانستان اعتراض کرد به طور شدید علیه نماینده اروپا که شما چرا چنین شروط را میگذارین، اول اون آگاه نبود که اصلا کمک های اروپا بدون قید و شرط نیست. دوم این که اصلا اون نمیباید یک سفیر افغانستان در کشور دیگه بود، او هم در امریکا اعتراض بکنه. اگر خواسته باشیم که صحبت ها جمع بندی بکنیم، در نهایتش آقای پاکزاد، از یک طرف انتقاد ها همچنان ادامه داره در رابطه با عملی نکردن تعهدات حکومت، از طرف دیگه هم در مقابلش کمک های ادامه پیدا میکنه با وجودی که عملی نمیشه تعهدات، میتونه نتیجه ای که برای بهبود وضعیت افغانستان به میان میآید چیه؟ ببینید جامعه بین المللی، چی امریکا، چی اروپا، چی کشورهای مختلف دیگه در یک وضع عجیب قرار گرفتن در افغانستان. اینا تجربه سالهای 90 در پیش دارن، زمانی که بعد از سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان و خروج نیروهای شوروی اینا علاقمندی خود از افغانستان قطع کردن و دیدیم که افغانستان دچار یک جنگ داخلی وحشتناک شد که نتیجه و از او ظهور القاعده در افغانستان بود. امروز هم افغانستان نمیتونن کسی رها بکنند به این وضع. از یک طرف چون این نارضایتی های وجود داره، افکار عمومی کشورها هر روز سوال میکنند که پول های ما چی میشه، کجا میره، وضع حقوق بشر در افغانستان در چی حال است، وضع زنان در چی حال است، آیا حکومتداری سالم، قانونی و شفاف در افغانستان وجود داره یا نداره. از یک طرف چون سوال های قرار داره، ولی از طرف دیگه هم در این حال البته با توجه به اینکه منافع این کشورها هم در افغانستان تامین است و مطرح میشه. بله اینکه امر واضح نیست، هیچ کشوری به کشور دیگه اینجوری خدای پجات میگه در فارسی کمک نمیکنه. ببینید امنیت افغانستان امروز، بی امنیتی امروز افغانستان اگر به کشورهای همسایه این برگرده، به طور مثال اگر پاکستان هم به وضع مانند افغانستان دچار شود، شما میبینید که یک کشوری که 200 میلیون جمعیت داره، یک کشور اتمی است، اگر در این کشور در یک بحران مانند افغانستان صورت بپذیره، در اون صورت 200 هزار پناهنده پاکستانی به اروپا نخواهد بیه، ممکن 2 میلیون، 4 میلیون، 10 میلیون به این طرف سرازیر شود. از این لحاظ است که ببینید امنیت افغانستان مهم است برای کشورهای اروپایی و امریکا. سپاسگزاریم دکتر کریم پاکزاد، تحلیلگر روابط بین‌الملل از پاریس فرانسه.